شلیک گلوله و جانهایی که گرفته می شوند. درها و میله های آهنین زندان های خوفناک و ناله هایی که در سلول های انفرادی از سر درد و خشم به نجوا تبدیل می شوند. اینها همه خاطرات مشترکی است که زندانیان عقیدتی و سیاسی و روزنامه‌نگاران در سراسر دنیا هر جا که فرصتی یابند بیان می‌کنند. از جمله اینجا در برلین، نمایشگاهی از آثار زندانیان عقیدتی و سیاسی که در ترکیه زندانی بودند اینجا برپا شده است. نمایشگاهی که این مکعب فلزی 25 متر مربعی را هم در خود جای داده است. این نمادی از سلول انفرادی است که جان دوندر، مسئول روزنامه جمهوریت، 3 ماه را در آن گذرانده است. او از سلول شیشه‌ای میگوید که زندانبان او را زیر نظر دارد، اما زندانی جز خودش کسی را نمیتواند ببیند. من با برپایی این نمایشگاه میخواستم توجه رسانه‌ها و مردم آلمان را به نقض حقوق بشر نه فقط در ترکیه بلکه در سراسر جهان جلب کنم. جان دوندر در سال 2017 به اتهام همکاری با سازمان‌های تروریستی به 27 سال زندان محکوم شده است. اما کاری که او کرده بود انتشار فیلمی مستند بود که نشان می‌داد ترکیه به گروه‌های تروریستی در سوریه سلاح می‌دهد. آقای دوندر می‌گوید ترکیه به همراه چین بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان است. زندانی که زهرا دوغان، هنرمند، روزنامه‌نگار و فعال زنان کردتبار ترکیه‌ای هم 33 ماه و 22 روز را در آن گذرانده است. او کارهای دستی زنان چند زندان ترکیه را به نمایش گذاشته است. یکی از اشیایی که همیشه بازداشتی‌ها و زندانی‌ها با خودشون بعدها به عنوان یادگار نگه می‌دارن یادداشت‌های روزانه‌ای هستش که توی بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تهیه می‌کنن. الان این یکی از بخشی از یادداشت‌های روزانه خانم زهرا دوغان هستش که در زندان شماره 5 بوده، در زندان ماردین. من یک بخشی از این خاطرات ایشون رو میخونم براتون. میگه که درون من دنیایی است که شرح است، فقط زنها میفهمن این درد را. میگه که یک روسری رو به کمرم بستم و این شما را گرم نگه میدارد و گرما کمک میکند که شما درد را تحمل بکنید. اما زهرا دوغان چرا به زندان رفته بود؟ او یک نقاشی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود که تصویری از ویرانی‌های شهر نصیبین را پس از درگیری نیروهای ارتش و کردهای ساکن جنوب شرق ترکیه نشان می‌داد. بیش از 10,000 هنرمند، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی زن و حتی بچه‌ها همچنان در زندان‌های ترکیه هستند. ما به شدت تلاش می‌کنیم تا همه اونها آزاد شن. سوالی که وجود داره اینه که آزادی یعنی چی؟ من معتقدم آزادی یعنی گفتن نه. جان دوندر و زهرا دوغان هر دو میگویند در آلمان هم آزادی ندارند، زیرا هر سخنی که بگویند و هر اقدامی که بکنند خانواده‌هایشان در داخل کشور تحت فشار نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. جان دوندر میگوید نمیدانم چرا آنها ما را زندانی میکنند در حالی که وقتی بیرون میاییم قوی تر شده ایم. احمد صمدی، ایران اینترنشنال، برلین.